خب سلام، عرض ادب دارم خدمت شما. یه برنامه لایوی داشتیم امروز، من کامل به بسیاری مطالب پرداختم، اما یه برنامه خیلی ویژه از خانم دکتر خواسته بودم راجع به اقتصاد روسیه کار کنه. لطف کرد این موضوع رو روی برنامه کاریش قرار داد و مطالعات گسترده‌ای داشت. خیلی هم طولانی نمیخواستم باشه. با توجه به مشکلات اقتصادی که داخل کشور داریم، اون توی جنگ اقتصادی با غرب هستیم، برام خیلی جالب بود بعد از اینکه حالا یک تایمی که گذشت به این بپردازیم که عملا روسیه برای اینکه میخواست وارد جنگ بشه، چون همه میدونیم 2014 که کریم‌علی‌گیل رو بارها گفتم، همه میدونستن که روسیه سراغ اوکراین خواهد رفت، چون ناتو عقب نمیکشه و سیاست‌های نظام استعماری دنیا به شکل تک قطبی این امکان رو نمیده. روسیه سراغ اوکراین میرفت. اما روس‌ها آیا برنامه اقتصادی داشتن؟ خودشون آماده کردن؟ اگه آماده کردن این راه‌ها چی بود؟ و بعد از حمله روسیه به اوکراین، غرب با روسیه چه کرد؟ و مجدد روسیه برای مهار این موضوع چه کرد؟ چه ابزاری داشت؟ چه سیاست‌های انتخاب کرد؟ ما میتونستیم این تصمیمات رو بگیریم؟ ما میتونستیم این انتخابات رو بکنیم؟ اقتصادمون وضعیت بهتری داشت؟ آیا ما مدیریتمون بد بوده؟ یا کجای کار ایراد داشت؟ به این موضوع پرداختیم با یک زبان خیلی ساده. خانم دکتر خیلی عالی این رو بازش کرده و این تحلیل الان در کانال ایشون بارگذاری شده. کامنت در بخش کامنت ها زیر این ویدیویی که من دارم صحبت میکنم، لینک اون تحلیل رو قرار دادیم. اون کانال رو سابسکرایب داشته باشید، چون اگر یک وقت این کانال ما هم به مشکل خود، ما اونجا بتونیم به شما اطلاع رسانی کنیم، فراموش نکنیم. اون کانال برای ما مثل کانال دوم میمونه، برای خانم دکتر فتورچی از بخش اقتصادی رو انجام میدیم و ویدیو خیلی جذابه. یه سری نکات رو فرمودن که من خودم نمیدونستم. بار اول رو یک چون لو بدم، مثلا میگفت 2014 روسا آمدن کریم رو گرفتن، تو بخش کتاب های راهنما، مقطع راهنمایی روسا، یک درس مقابل با تحریم گنجانده شده بود. یعنی از لحاظ ذهنی، روانی و همه موارد داشتن آماده میکردن جامعه خودشون رو برای این درگیری گستره. خیلی جالب بود. یا نکاتی گفته میشد که واقعا من برام خیلی تازگی داشت و به نظر روسا رو باید باهوش در نظر بگیریم. خیلی وقتای غربی ها میگن روسا خیلی خنگن، ولی اینطور نیستش. به نظر مثل دنیا امروز دنیای پیچیده و علمی هست. هر حرکتی، هر راهبردی کاملا سنجیده، کاملا حساب شده انجام میشه. ما توی بازی هایی که داریم انجام میدیم و بارها خودم تحلیل کردم، معتقدم تو بخش سیاست خارجه فوق‌العاده کار کردیم با کمترین ابزاری که ما در نظم هژمونی که دنیا داریم و بازی هژمونی داریم میکنیم. اما تو بخش اقتصادی مشکل کجا بود و ما اینو بررسی کردیم با خانم دکتر فتورچی، بخش روسیه رو که روسیه چطور بعد از حمله روسیه به اوکراین اقتصادش آماده کرد، در مقابل اتفاقی که افتاد چه راهکاری اندیشید، حمله غرب به روسیه چی بود و ضد حمله روسیه در بخش اقتصاد که خیلی جذاب در اومده، طولانی هم نیست، خودم هم روش صحبت کردم، تحلیل کوچیکی داشتم. لینکش رو در بخش کامنت ها پین میکنیم زیر همین ویدیو و ببینید و بهره مند شید. ممنون همراه هستید. پاینده ایران.